دردمم با ناگریه، بی تو تنهایی کشیدم دردمم با ناگریه، بی رنگی من تبی بود در بری من جا گرفت هیدو که یاری من به من چکم
آفتاب و به دریا سلام میگویم، دلم چه حجت سرخی بهار پیش شماست، به مهر آن گل مینا سلام میگویم. بهار طرز بهارم میان چله دی و غنچه غنچه تمنا سلام میگویم. به احترام نگاهی هنوز شفافت به صبح آینه پالا سلام میگویم. غبار پست خمی سفلگان برافشاندم، به آن بلند و مبرا سلام میگویم. به کلک عیب ره کلک غیب نتوان بست، به دست یاری بالا سلام میگویم. دوست علیکی تو آمد به یک سلامک، من به لطفهای تعالی سلام میگویم. بپرس ترجمه عشق را ز کفترها، به مسجد و به کلیسا سلام میگویم. به شادباد تو ای وحی جاودانه عشق، به زندگی و به فردا سلام میگویم. سلام به همه شما عزیزان صاحب اعزاز و صاحب اجاز، به همه شما مهمانان فرخ نوید و فرخ پدید، به همه شما یاران و مهربانان. سپاس خداوند رحمان را که ما را به این سنه فرخ رقم، به این روز و سال و ماه خجسته
مناسب دانست و شادی دیدار شما را فراهم ساخت. قصر ارباب روستگاه تاجیکستان نوین ماست. سازنده آن سید خواجه آرون خواجه شاید بخواست فقط برای اهل محلش تفریحگاه و فراغتکده هدیه سازد، اما یک خیر زاینده هزار خیر دیگر است و یک نیکی افزاینده هزار نیکی آینده. و امروز قصر نازنین ارباب قصر محلی نیست، قصر صلح ملت است، کاه پیمان اهل وطن است، زادگاه و میلادگاه و میادگاه تاجیکستان استقلالمند ما و شماست. جبران خلیل می گفت که بهترین سرور کشور همان است که در دل مردمش تخت و مسند یافته باشد و صدر عالی مملکت ما امام علی رحمان همین مقام را یافتند که با تمام مردم هم دل و هم نشاط و هم غم هم نوای جاویدان گردیده اند. و تخت و مسند راستین خود را در دل ما و شما دریافته اند و از لطف‌های به حد و به شماری رئیس ولایت سوخت، معاون اولی رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان عبدالرحمن قادری که اینقدر برای ما مهربانی را ارزانی داشتند و میخواهند این قلمرو را پراپور از تجلی فرهنگ و خرد و عرفان، از تجلی معنویات و افروزه های باطنی بینند. بسیار سپاسمند هستیم. بزرگترین سپاس ما، ارادت ما، محبت ما به خلق عزیز است. آدم شرار رودکی را به یاد داریم که میگوید دلم چون ارزن عشق تو کوه، چی سایه پیش کوه ارزن را. محبت های شما از صدر کشور تا هر آدم عادی، از خاص تا عام، کوه کوه است، اما ما مثل ارزن هستیم. فکر کنید که همین ارزن این کوه را، این محبت های کوهواره را چیسان می بردارد. و هزار تشکر برای شما، برای این محبت هایتان. مهمان های عزیزمان را از خارج کشور و از داخل کشور، از بدخشان و ختلان، از تمام نواحی تاجیکستان درود می گوییم. لطیف نازمی شهیر افغانستان میگوید که از کجا می آیی ای بادی سحرگاهی؟ از خوجند و سغد و فرغانه یا زیختلان و بدخشان؟ از بهارستان و بستان یا زی طرفی بستان سعدی شیراز؟ از هلند و آلمان از کجا می آیی ای بادی سحرگاهی؟ ما تو را همراه و همیاریم، پارسی را پاس می داریم. همه مهمانان عزیز را شادباد می گوییم. به همه شما عزیزان فرخ حضور، فرخندگی و فرخی و پیروزی می خواهیم و با فصل ایدائیدی همه شما را مبارک می گوییم. با سالگردی سرقانون جمهوری تاجیکستان، با جشنهای میلادی دوشنبه شهر تازه جوان ما و حصار باستان ما، با جشن مولود حضرت عبدالرحمن جامی، با تمام عیدهایی که آینده به زندگانی شما می آیند و حیات شما را منیر می کنند. و می خواهیم که با دعای شما تاجیکستان ما همیشه منشأ خیر و مصدر ایجاد و آفرینش باشد، چنانکه رئیس ارجمند با لطف از ما خواندند سرزمینی اطلسی و آهریم، پرچم شکرم، پیام خاوریم،
میدهی درسی مقامات دریم تاجیکستان سبز مرزی گلسیریشتم نامه خورشید مهری سرنوشتم دردها را چاره کن با کیمیایی دشمنی را پاره کن با آشنایی دوستها را ضربه زن با روشنایی تاجیکستان سبز مرزی گلسیریشتم نامه خورشید مهری سرنوشتم هم قدم با پیشتازان جهان شو به فسانه کوه سیمرغ آشیان شو صلح را در شش کرانه ترجمان شو تاجیکستان سبز مرزی گلسیریشتم نامه خورشید مهری سرنوشتم مارش هویت سرا امروز و فردا یشت هویت سرا امروز و فردا نامه نصرت سرا امروز و فردا تاجیکستان سبز مرزی گلسیریشتم نامه خورشید مهری سرنوشتم روزی ما را فره خورشیدی توست روحی ما را شوکت جمشیدی توست در دل ما فصل ایدائیدی توست تاجیکستان سبز مرزی گلسیریشتم نامه خورشید مهری سرنوشتم نامه خورشید مهری سرنوشت ما و شما کعبه دل و جان ما تاجیکستان است که زنده باشد از هنرمند خلقی تاجیکستان از هنرمند بسیار معظم مستان بانو ارگش و یک ترانه می شنویم دیداری
عشقی بی سمر آکی میرسد بر این تیها ای وای عشقی بی سمر آکی میرسد بر این تیها سرگشته است طال من برگشته است از کی خطا بگذشته است از ما و تو یا از قضا از کی خطا بگذشته است از ما و تو یا از قضا بهشت را به زمین کوچ ده به یک سخنت هزار شکر که بر شاد و باد ما آمد پیام صبح فروزد طلوع شب شکند چو ارغوان دلم ارمغان ایدی توست
بگیر و هدیه بر ای نیک مژده بر وطنت. به سلطنت بکن آغاز میری نوروزی، مرا اجازه شرکت بده در انجمنت. تو را تمامی آفاق دوست می دارد، یقین که دوست ندارد کسی فزون زمنت. مهمانان عزیز ما در فصل سرخی انارستان و زردی چنارستان به تاجیکستان ما آمدند، به سرزمین سوغد آمدند. مولانا می گوید که گر انار می خوری خندان بخور، تا دهد خنده زیدان او خبر. ای مبارک خنده اش کندر دهان، می نماید دل چو دور از درج جان. نار خندان باغ را خندان کند، صحبت مردان از مردان کند. یک نگاه ظاهر بین فکر میکند که سخن درباره انار می رود، اما سخن درباره انسانی بزرگ و نابغه می رود که با صحبت های کیمیاییش کیمیاسازی می کند و به جراحت های دل ها مرهم می نهد. سخن درباره انسان می رود که مثل اناری که پوستش شکافته باشد و دانه هایش نمایان باشد، وقتی یک حرف می گوید سرشت درخشانش منور می شود و شما در می یابید که جوهر او چقدر پاک است. و هزار سپاس خداوند بزرگ را که ما هم از صحبت صاحب نظران معظم بهره های داشته ایم. 20 سال قبل با دکتر شفیعی کتکنی یک ساعت فرصت داشتیم، یک ساعت صحبت داشتیم، اما آنچنان قوتی جان برداشتیم که تا به حالا تمام نمی شود. با رفتگان ماندگار چون استاد الغزاده، استاد محمد جان شکوری بخارایی، استاد آسیمی، استاد لایق شیرعلی، استاد عبدالمنان نصرالدین صحبت های داشتیم و یک بار در سن 4 سالگی به دیدار استاد قهرمان ملت ما میرزا تورسونزاده هم رسیده بودیم. یادش بخیر. به روح آن عزیزان درود می گوییم و صحبت این صاحب نظران وجود ناقص ما را کامل می کند. وجود دانایان رحمت و برکات است برای اهل جهان، برای ما و شما که دلهای ما را میوه محبت و عرفان بخشد. و مهمانان ارجمند ما هم به تاجیکستان به این قلمرو آدم و شارا رودکی انار یاسین آوردند، میوه عرفان آوردند، سیب معرفت آوردند که از آنها بسیار تشکر میکنیم. شیخ بزرگ ابو سعید ابو خیر را میگویند که معرفت 50 مرد را داشت، هم معرفت بایزید بسطامی را، هم معرفت جنید بغدادی را، هم معرفت محیدین عربی را، مثل همین بزرگان نابغه را 50 مرد، معرفت 50 مرد را یک مرد بزرگ داشت. و این عزیزانی که اسمشان را ذکر کردم و این عزیزانی که امروز در تالار حضور دارند، همینطور معرفت چندین بزرگ مرد ها را در وجود عزیز خودشان، در وجود وسعتمند خودشان، در روح فراخ خودشان، در جوهر والای خودشان جا داده اند. ای فصل ترش شیرین، ای فصل طلا اندود، برگو به کجا تازد برگی که فتد در رود. زردی چنارستان، سرخی انارستان، هم می دهدم اندو هم می کندم خوشنود. این فلسفه غمگین تغییر نمی یابد، یعنی که سفر کردن از بود سوی نابود. آزاد شوی بنده ای ره روی آینده، شش قطعه کشاد آدم در ششدره مسدود. برخیز و جهان پیما،
صد عقبه جان پیما، پیغام و سلام آور ای دل دل بی بدرود، بارانی هدایت شو، خورشیدی عنایت شو، سرلوحی محبت شو، ای نیکترین موجود. و همه شما خجسته ترین انسان های هستید که سرلوحی محبت هستید، بارانی عنایت هستید بر سر تشنگان و خورشیدی هدایت هستید به جان های بشارت پذیر. وقتی من مثلا نام یک استاد رودکی را میگیرم، تمام شاعران عجم، تمام شاعران عالم زیر نظر مایند، تحت نظر مایند، به همه حرف وارد میشن. وقتی من میگم استاد کمال نصرالله خوش آمدید به شهر خوجند، همه شما را در نظر دارم استادان ارجمند. وقتی من میگویم استاد عبدالنبی ستارزاده خیر مقدم به دل ما، به پیشگاه نظرهای ما، همه عالمان و دانشورها را تحت نظر دارم، زیرا عطار میگوید که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نوت هم پیشی ماست. یعنی رودکی میگوییم و همه شما مقصود ما و منظور ما هستید. استاد مراد بیگ برای شما یک هدیه دارند و در داخل غزلشان یک پاره هست که میگویند این کیست این نشسته در چله خانه دل، در چله خانه دل هستان یگانه دل، نام مرا نوشتی از حاشیه برونتر، نام تو را نوشتم من در میانه دل. و از میانه دل ما نامی خجسته شما هرگز زدوده نمی شود. دل ناز دانه ای تو
گشتی از حاشیه برونتر نامی تو را نویشتم من در میانه دل نامی تو را نویشتم من در میانه دل تنها به حرمتی تو با مهر رخصتی تو سبز آب سبز ماند برگ جوانه دل سبز آب سبز ماند برگ جوانه دل برگ جوانه دل این کیست این کیست این کیست این کیست این کیست این کیست استاد مرادبک نصرالدین هنرمند خلقی تاجیکستان چنان که خودشان خواندن برگ و جوانه دل شما و دل تمام مردم سبز و سبز ماند سلامت باشید ای از طلوعی مهر تو روشن جبین من ای حلقه بسته در دلی گوهر نگین من سوسو بزن زی خاطره های مهین من باران ترین من باران تنین من باران نگین من پیش منی و باز تو را یاد میکنم از تو همیشه خواهش ارشاد میکنم با این وسیله بر دلم امداد میکنم آینده هم تو باش پاینده هم تو باش فرخنده هم تو باش دنیا دوراهه است که درمانده ویم آخر در این عمارت نه قبه تا کییم فرداهیم ما و تو ای یار یا نییم فرداترین تو باش حالاترین تو باش با ما ترین تو باش در روز بازخواست به وقت جزای من چون صف کشند جمله گناه و خطای من چشم تو عفو نامه بخواند برای من قربانی چشم تو حیرانی چشم تو پزمانی چشم تو تابستان همین سال ما وقتی به کلاب باستان همراه استاد رحمت‌زاد و یک حیات عظیم سفر کرده بودیم استاد حق نظر غایب همین شعر را خواندند و چندین دانشجوهای دیگر همین ترانه ما را خواندند که برای ما موجب حیرت بود چون که در هیچ جا هنوز انتشار نکرده بودیم از دل تو تا دل ما نکته هاست و چیره هست از دل تو تا دلم این شعر هنوز نوشته شده یا نوشته نشده از زبان این عزیزان صدا داد و در کلاب استاد ارجمندمان استاد دانشگاه ملی تاجیکستان عمر سفر را دیدیم پرسیدیم که استاد دیروز در دوشنبه صحبت شعر داشتیم شما امروز باز اینجا آمدید استاد گفتن که ما نیت داشتیم که در زادگاه همان هم شما را درود گوییم و ما هم امروز نیت داریم که هم استاد عمر سفر را همه شما را درود گوییم و استاد عمر سفر را خواهش میکنیم